نوروز از فراز شب غربت تا سر زند سپیده فروردین با من هزار گونه سخن دارد. دست مرا گرفته روان است تا کوچه های دور، آنجا که بچه های امیریه نام مرا هنوز به خاطر دارند. در پشت پنجره آقای سبز پوش دعا می خواند و بانگ یا مقلب او گلدسته های مسجد فخریه را روشن کرده است. آن سو پروانه یاسخای معطر را نخ می کند تا کوچه عطر پیکر او را در یاد داشته باشد. دست مرا گرفته روان است آن سال خوب که نوروزش آغاز عشق بود، رویای دیدنش، بوییدنش تمامی شب در پیچ و تاب سوختن شمع از پشت اشک آنجا کنار سقاخانه جان می گرفت و صبح عید وقتی که می گذشت پیراهن حریرش رنگ گناه دیشب بود. با کفش‌های ورنی قرمز بی اعتنا به آن همه آواز در باغ‌های حسرت گم می شد. دست مرا گرفته روان است. آیا هنوز هم مهدی خیال دارد در بامداد عید پچ پچ کنان راز حسین را افشا کند؟ آیا حسین بار دیگر با آن لباس عاریتی در انتهای کوچه وستاهل در حوض اشکهایش می میرد و مادرش آن جلوه همیشه زیبایی سرو بلند شیرازی فردای عید از غصه ناگهان آتش می گیرد؟ دست مرا گرفته روان است از بام شهر می بینم نوروز آن بهار که گفتند در گوش گوشش جای شهید هامان خالی است. اینک تمام شهر شهیدانند، اینک تمام شهر غریبه. زیباترین پریچه من با بچه های ریز و درشتش از پشت شیشه با حسرت بر کفش های ورنی قرمز دل می بندد. آهی هوای میهن من، آهی صفای میهن من، دیدار ما چرا این گونه تا قیامت افتاد؟ نوروز از فراز شب غربت سر میزند به شعرم، انگار باز بیداری در میزند به شعرم. علیرضا نوریزاده، چهارشنبه 4 اسفند ماه 1392، 5 ماه مارس. نزدیکتر شدیم، خیلی نزدیکتر شد. و نه دیگه، فردا میشه چهارشنبه، امروز میشه 5 مارس. من گاهی اوقات این تاریخ ها رو غلطی میگم، بعد فردا هم یقمو میگیره آقا و بعد تصحیحش میکنم، توضیح میدم بهتون دیگه، اذیت هم نکنی. دوستم امروز به من زنگ زد گفت آقا ایوان رو گفتی ایوان؟ گفتم که همون لحظه دیدی که درستش کردم، ایوان دیگه. میدونم گاهی اوقات پیش میاد در لفظ آدم دچار اشتباه میشود. بله، مثل این آقای ایمن و زواهری که ایمن بهش میگن، نه ایمن ما نیست، ایمنه. به هر روی توی خبرها که داشتم میدیدم یه چیزی که منو باز افسرده کرد، این داستان آزادی مرزبانان ما هنوز به واقعیت نپیوسته. و بعد این توییتری که داده بود جیش العدل، سر میبریم حکم اعدام، به چه حق؟ تو چه کاری که حکم اعدام میدی؟ به چه مناسبت؟ تو کی هستی که حکم اعدام میدی؟ به چه دلیل تو یک انسانی رو میخوای جانش رو بگیری، مادری رو شب عید به عذاب نشونی، خواهری رو به عذاب نشونی، همسری رو به عذاب، پدری رو به عذاب نشونی؟ چرا این بیرحمی در دل ما ایجاد شده؟ چقدر بد شدیم؟
فرزانه مرادی یه دختری بود 14-15 سالش بوده، پدره به زور شوهرش بود، یه رو فروش دیگه شوهرش بود، حالا مرده میاد یه خونه داره فلان، پدرم بیچاره چی بگه، دخترم گشنه تو خونم نشسته دارم میفدمش به شوهر. هنوز این دختر هنوز داره با اسباب بازیش بازی میکنه، هنوز گیساشو میبافه، هنوز دنبال شاهزاده شه، یه دفعه برم میدنش به یه مردی که از خودش چقدر بزرگتره. حالا میره تو خونه، به خودش نیمده بچه دار میشه. این آدم داره دور خودش نگاه میکنه، ای خدا من تازه 16 ساله من بچه هم پیدا کردم. حالا میره تو خیابون، یه روز را میره در مغازه‌ایه و آقای سعید خان شیک و جوون و تر و تازه و 20 سال سنش میبینده. انسان بشر این ممنوعیت دست خود آدم که نیست، دست او که نبوده که، بشر انسان یه لحظه دیده یه آدمی که دوروبر از نظر سنی به خودش بخوره میتونستن حالا با هم نامزد کنن، 4 سال دیگه ازدواج کنن، چون این وحشیگری دختران کم سن و سال شوهر دادن این در جامعه ما از بین رفته بود، شاید در عقب افتاده ترین مناطق ایران ممکن بودی کارو بکنن، ولی چنین چیزی ور افتاده بود. اسلام ناب انقلابی محمدی اومد و اینو بار دیگر معمول ساخت. وقتی وزیر اطلاعات جمهوری ولایت فقیه، وزیر اطلاعات آقای خمینی که خودش یک پرونده آدم کشی و جنایت داره، اقرار میکنه در 9 سالگی دختر آقای مشکینی رو میره میگیره، 9 سالش، یعنی یه بچه کوچولو، بچه‌ای که داره با عروسکش بازی میکنه. خب این معمول دوره اینا، شما نگاه میکنید بیچاره این زنه 40 سالشه، 6 تا نوه داره، 4 تا داماد داره، آقا به تو نمیاد مادر، آقا تو چرا خواهر من؟ آره دیگه من 12 سالم بوده شوهر کردم، 12 سالم بوده، 28 سالم از الان زن این مرده هستم، زن این غولی به نام، حالا اون که 9 سالش بوده اون ری شهری. خب بچه دخترم هم 12 سالگی شوهر دادم، 25 سالم بوده شوهر دادم و نوه دارم، پسرم هم پارسال برش زنگ گرفتم بچه دار شد، 2 تا نوه هم اونجا دارم، 2 قلو بودن. ای داده بیداد، زن 40 ساله شده، حالا پیر زن شده ننجون. به هر حال فرزانه معنی عشق رو میفهمه. حالا من نمیخوام، کار زشتیه خیانت و عدم وفاداری، اینو کار بدیه، ولی این آدم به هر حال توی شرایطی، اینجا نامردی آقا سعید، میاد نصف شب شوهره رو میکشه، بعد به دختره میگه ببین تو چون مادر، تو مادری بچه داری تو رو نمیکشن، بعد اکثر به 5-6 سال زندان میدن، بعدم رضایت پدر شوهرتو میگیری و اینا هم که نوه دارن نمیخوام بی مادر باشه، از زندان میاد بیرون، چاقو رو پاک میکنه میده دست ایشون. فرزانه خانم هم میره و اعتراف میکنه، بعدم هر چی وکیلش بگه آقا این داستانش این بوده، نه حالا خانواده رضایت نمیدن، پدر مقتول، پدر شوهر یه لحظه فکر نمیکنه این عروس هم اگه من بدم بکشنش این مجازات وحشیانه رو براش اعمال بکنن، این دختر بچه، این دختره که نوم، رو شانه کدام مادر بزرگ خواهد شد؟ التماس بهش میکنن، اون لحظه آخر وکیله میاد و خود عروس فرزانه، پدر یک ماه به من عقب بنداز این تنفیذ و حکم رو، من تو این یه ماه برات مدرک میارم. نه، و دیروز بامدادان اعدامش کرد. دخترکش از دیشب دو طرفه یتیمه، پدرش که قبلا از دست داده بود، حالا مادرش. خب مبارک باشه بر شما آقای پدر مقتول، مبارک باشه که رسید عروستون رو کشتید و حالا لابد خوشحالید که موفق شدید که انتقام پسرتون رو بگیرید. باز یه خبر دیگه که روش تأمل کردم برای من جالب بود که رژیم داره چی کار میکنه، به چی فکر میکنه. شما مولوی عبدالحمید رو میشناسید، مولوی عبدالحمید در زاهدان شخص بسیار محترمیه به عنوان امام جمعه، بعدم آدم تندروی نیست، سعی کرده همیشه یه جوری
با ملایمت این اختلاف شیعه و سنی رو نذاره دامنه پیدا بکنه، یه جوری کنار بیاد با روشن فکران و روشنندیشان شیعه و سنی، اینا رو در پیوند، و هیچ وقت از تندروی حمایت نکرد. دعوتش میکنن به کنفرانس اسلامی در مکه به عنوان یه عالم، این کنفرانس رابطه العالم الاسلامیه، جاییش که از ده‌ها سال پیش بوده و علمای اهل تسنن و شیعه هم هستن. امام موسی صدر به این جلسه رفته بود، بزرگواری چون سید علی الامین میره اونجا، سید حسن امین رفت، استاد هانی فخص رفته بود، اینا همه شرکت میکنه. اگر مولوی عبدالحمید میرفت، وقتی اونجا زبان به انتقاد تو میگشاین که این جمهوری ولایت فقیه سنی کشه، او میایستاد میگفت نه چنین هم نیست، سنی های هستن در ایران. به هر حال به نفع رژیم بود اگر میرفت، ولی ممنوع خروجش کردن، چون این ذهن تنگ نظر و نادان حاکمیت و دستگاه امنیتیش این رو درک ندارن که مولوی عبدالحمید دشمن نیست. مولوی عبدالحمید نمادی از اعتدال دینی است، از اعتدال مذهبی است. نمونه این که تعیین فرمانداران زن و شهرداران زن در بلوچستان رو ایشون تایید کرده، خیلی هم گفته عالی است. این روشنندیشیشه دیگه، در برابر بعضی از علمای اهل سنت که خیلی تند رو هست. به هر حال اسباب تأسف هست که آدم نگاه میکنه میبینه یه همچین مردی رو چی میکنن؟ جلوشو میگیرن، وقت میدون رو به کی میدن؟ میدون رو میدن به جیش العد، جند الاسلام، و اونا میتونن میداندار بشن. آقای آیت الله موسوی بجنوردی رو هم لابد میشناسید. آقای بجنوردی از یه خانواده بسیار محترم و بزرگ، این خانواده در نجف بودن، سالها در نجف بودن، بعد به ایران آمدن، در خراسان مستقر شدن. بنده پدرم هم با همشون آشنایی نزدیک داشت، خودم هم ایشون رو میشنم، اخویشون که رئیس دایره المعارف اسلامی بود و دانشگاه بود و کتابخونه ملی و برحال آقا کاظم. خود ایشونم عضو شورای عالی قضایی بود در زمان آقای خمینی. حالا حرفای عجیبی میزنه، میگه که آقای خمینی در مورد اعدام سختگیر بود، حتی در مورد شاه گفت ایشون که قتل نکرده، آمر بوده، حبس ابد حد اکثر. البته ایشون لطف میفرمان اینو میگن، ولی بنده یادمه اون زمان گفتن یه قفس تو امجدیه میذارن، شاه رو میکنن توش، هر کی بیاد یه توف بهش بندازه، بعدم تکه تکه کش کنن. اینم برنامه شد. حالا البته ایشون برای اینکه نیشی به سید علی آقا بزنه میگه بله آقا، گفتن که نکنید، بعد شرایط امروز زندان ها هم اصلا شرعی نیست و طبقه بندی شده نیست، سلول انفرادی هم از مصادیق شکنجه است. موسوی بجنوردی میگه که اعدام های اوائل انقلاب، گفت نمیخوام اسم بیارم، اما بدانید که از امام برای اعدام های اول انقلاب حکمی نداشتند. شورای عالی قضایی هم هنوز شکل نگرفته بود، آقای لاجوردی هم اصلا حرف گوش نمیکرد. خیلی جالبه، لاجوردی حرف گوش نمیکرد، یعنی خودش هر کاری میخواست. خلخالی هم همینجور بود. خلخالی در مورد اعدام مرحوم هویدا، در مورد اعدام زندیات پرویز نیکخواه، محمود جعفریان، زندیات دکتر محمد رضا عاملی تهرانی، تیمسار جهانبانی و امثال اینا همین جنایت رو کرد در مورد مرحوم هویدا. در و بست ابوالفضل بازرگان، برادرزاده بازرگان، مهندس ابوالفضل، نامه داشت از آقای بازرگان که رفته پیش خمینی که مرحوم هویدا رو تحویل دکتر مبشری بدن و او بتونه در زندان دادگستری بنشینه و خاطرات بنویسه. ولی خلخالی اشارهشو کرد، هادی غفاری بیمار جنسی و جنون و فساد، هفتیر شیشی و تو گلوی مرحوم ودا تیر زد. در حال اگر نگاهی بکنیم، همون تصویری که دیدید بچه های کرد رو
احسن ناهید رو، شهرام ناهید رو، مادر بزرگوان اینا الان نزدیک لس آنجلس سان دیگو است، هنوز داغدار بچه هاشه. چه زن با شکوهیه. برادرشون، برادر اینا دوست من بود، بارها گفتم اینجا رو، و دوست عزیز من بود. از لندن با هم زمینی با اتومبیل رفتیم به ایران، و من و او و برادر همسرم با هم رفتیم زمینی، دانشجو بودم من اینجا، رفتیم به ایران و توی راه با هم چه زندگی داشتیم با رشید. رفتیم برلن، یکی از برادرانش اونجا بود که در این حال برادرایی که دوتاشون هم اینا بودن که دیدید تصویرشون، چقدر در برلن بهمون خوش گذشت. رفتیم برلن شرقی، برادرش درس میخوند دکترای شیمی و همسر آلمانی داشت. بعدم رفتیم برلن شرقی و برگشتیم. رفته بودم آخرین باری که برلن، دیدم برادر رستوران کردستان رو باز کرده. اون زمان یادش میاد. دو برادرشون هم که خلخالی تیرباران کرد، و خود دوست نازنینم فرهاد که در لس آنجلس کتاب فروشی داشت، او هم درگذشت. ناراحتی قلبی داشت. بالا البته کتاب فروشیش و دوست نازنین و هزار ساله من کیخسرو بهروزی عزیز اونجا رو خرید و اون چراغ رو نذاشت خاموش بشه. کلبه کتاب در وست وود که میرید در لس آنجلس هست و کیخسرو نازنینم اونجاست، درود بهش میفرستم. یکی از دوستان و رفقای عزیز، اتفاقا با کیخسرو و با فریدون توفیقی و زندیات احمد کسیلا و زندیات برادرم محمد رضای عزیزم، با اونا هم یه سفر از انگلیس با اتومبیل رفتیم به ایران. 20 و چند روز تورا بودیم، 10 تا کشور رو دیدیم، و چقدر سفر زیبایی بود که تصاویرش از توی فیسبوک هم گذاشتم، چند تا از تصاویرش. باری به هر حال ایشون این حرف رو میزنه، آقای بزرگی، آقای حسن بتولی، رئیس پلیس آگاهی هم با تایید ضرب و شتم و شکنجه در بازداشتگاه های پلیس میگه الان دیگه از ضرب و شکنجه خبری نیست، خدا کنه اینطور باشه. او میگوید که قبلا بوده ولی حالا ما این کار رو نمی کنیم. میدونیم که پلیس آگاهی یکی از خشنترین پلیسان جمهوری اسلامی است که در بازداشتگاه های خودشون علاوه بر برخورد خشونت آمیز با زندانیان، متهمان و دستگیر شدگان، میگم رفتار بسیار غیر انسانی دارد. سال 90 غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌های کل کشور با رد گزارش‌ها درباره شکنجه در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی گفته بود شکنجه در ایران دروغ شاخدار است. سازمان‌های مدافع حقوق بشر اینا دروغ میگن، اینا اصلا راست نمیگن. اون وقت در اون کتاب مهمان حاج آقا، آقای بهبهانی و دیگر دوستانش که از دوستان مرحوم مهندس بازرگان و از ملی مذهبی ها، تعریف میکنه شکنجه‌ای که بهشون میداد، میگه شکنجه‌گر من هر ضربه رو بلند میکرد بر پشت من میزد، اگه قاچ میخواد میترکید، گفت یا فاطمه زهرا قبول کن، یا مولا علی قبول. تلخه اینا را آدم میگه، یعنی انسانها در بیشرافتی انسانی به کجا برسن که ابراهیم نژاد از بالای کوی دانشگاه بنزن پایین، بکشنش، بگن یا زهرا قبول کن، یا در شکنجگاه هاشون این رفتار رو داشته باشن. کتابی دارم میخونم از یک زندانی، گفتم در دو رژیم زندانی بوده، وقتی که میخونم که اینا که ادعای اسلام و اخلاق و غیره دارن با یه دختر جوان تو زندانشون چه میکنن و شکنجهی که اینا اعمال میکنن با شکنجهی که قبلا اعمال میشده چه تفاوتهایی داره. چون اون شکنجگر قبلی ادعای اسلام نمیکرد، این یکی مدعی مسلمانه. وقتی زندانی سنیه میگه دارم میزنم پهلوی شکسته فاطمه زهرا خوب بشه، ببین چه ربطی داره. این داستانای چرند و دروغی هم که میگین، حتی اگر یک در میلیارد درست باشه،
چه ربطی داره به یک هموطن اهل سنت؟ به اون چه ربطی داره؟ مثل اینکه بعضی وقتا از این دوستان میشنوم بله آقا این عرب ها که به ایران حمله کردن، ایران رو نابود کردن، اون چه ربطی داره به عرب های امروز، به هموطنان عرب ایرانی ما در خوزستان؟ چه ربطی داره به اینا؟ 1400 سال پیش به ایران حمله کردن، ما که رفتیم هندی نما آدم کشتیم چی؟ ما باید یادمون باشه، ما که رفتیم در یونان در سارد، شهر سارد رو آتیش زدیم. آتش زدن پرسپولیس در واقع انتقام آتش زدن سارد و آتن و شهرهای یونانی بود. خب این دارم ما یادمون باشه، الان یونانیه یقه منو نمیگیره به خاطر اون کار از من سوال کنه، منم یقهش رو نمیگیرم اسکندر اومد ایران رو اینجوری کرد. در هندم که میرم نهایت احترام رو به من میگذارن، در حالی که اسم نادر آزردشون میکنه، همونطور که چنگیز ما رو آزرده میکنه. ولی وقتی اولانباتور میری مجسمه چنگیز رو که اونجا زدن، مردم پرسجو نمیکنن که چنگیز وقتی به نیشابور رسید یه بلون نفر رو کشت، کتابخانه بزرگش رو آتش زد. اینا رو یادمون باشه، انصاف داشت باشه. آقا بله این عرب ها، کدوم عرب ها؟ امروز فرزند عرب ایران زمین که در خوزستان میگیرن اعدامش میکنن، چه گناهی داره از کار سعد ابن ابی وقاص؟ چه ربطی داره به هم؟ این عرب ایرانیه، از سرزمینش هم دفاع میکنه، جلو صدام قومی بعثی هم میسته. اینا رو یادمون نره، یه مقدار انصاف داشته باشیم در برخورد با اقوامی که آنچنان تنیدن تو هم و تو تاریخ و تو پوست این سرزمینمون. اینا رو نباید یادمون بره که اینا یکی هستیم، فامیلیم، یه فامیلیم. دوستی به من اشاره کرد، گفت آقا تو راجع به کارون که حرف میزدی که وقتی اهواز هواش آلوده است کنار رودخونه نباید آلود بشه. گفت آقا جان اینا دارن کارون رو خشک میکنن، یه مقدار که کانال کشی کردن به مناطق خودشون اون جایی که میخوان، آب کارون رو ببرن، یه مقدار برن بدن زاینده رود، آب زاینده رود رو برن جای دیگه بدن، هم اونو خوش بکنن هم اینو. گفت دیگه کارون چی؟ اون کارونی که تو صحبتشو میکردی تو نوجوانی جوانی میرفتی میدیدی، فراموش کن. وقتی این آفت به جان گلستان میفته دیگه از گلستان چیزی باقی نمیمونه، اینها آفتن. همون بودن اون جزایری در خوزستان به عنوان نماینده ولی فقیه کافیه برای اینکه اون سرزمین رو نابود کنه. وقتی کارخانه نیشکر رو میان، وقتی آقای ناصر ابوالمکارم شکرفروش اونجا رو میگیره و تفکیک میکنه با آقازادش برای اینکه زمینا رو بفروشه، خب معلومه اونجا کشاورزی رو نابود میکنن، هفت تپه رو نابود میکنن، هزاران کارگر رو گرسنه میکنن. وقتی صنایع نفت همه داغونه، معلومه کارگر اونجا بیکار میشن. شما وقتی نان رو از گلوی کسی میبرید، انتظار لویالتی و وفاداری ازش نداشته باشید. وفاداری زمانی است که شما ببینید وطنت هم بهت وفاداره، حاکمیت هم بهت وفاداره، قدم ور میداره، برای بچه داره مدرسه درست میکنه. ولی تو وقتی مینی آقازاده آقای واعظ تبسی خانومش رو برمیداره با میلیون ها تومن میبره آمریکا که تو مایو کلینیک وضع هم بکنه، که نوه آقای شیخ عباس پاکوتا پاسپورت آمریکایی داشته باشه، خب چی فکر میکنی؟ احساس میکنی جزو اون مملکتی؟ چه عاطفه‌ای به دست میده؟ نوروز داره میاد پیش خودت میگه خدای چی کار کنم جلوی زن و بچه‌م؟ چجوری حداقل نوروز رو تأمین کنم؟ تو شعرم میگفتم اون زمان جمع میشدیم، مثلا اگه کسی دستش میرسید، خانم جهانبانی زنده یاد، بابا نقلین پولا رو که ما میبردیم جمع میکرد، خودشونم میذاشتن مثلا برای 20 تا بچه که نداشتن لباس میخریدن. خیلی رسم قشنگی بود، شیرنی و میوه و غیره و غیره. الان برای چند نفر باید خرید؟ وقتی اینا مملکتی رو دوشیدن و چاپیدن
و مجالی نشه. محسنی اژه‌ای رو وقتی من میبینم با چه وقاحت میاد وامیسته اونجا راجب دادگاه علنی و راجب مبارزه با فساد میگه، بدنم میلرز. درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگردیم و در خدمتتون خواهم بود. سیمین بری گل پیکری آری، از ماه و گل زیباتری آری، همچون پری افسونگری آری، دیوانه ی رویت منم، چه خواهی دگر از من، سرگشته ی کویت منم، نداری خبر از من. سنین گلردن güzel bir yüzün, neden gözlerin doluyor hüzün, kimin aşkıyla yanıyor gönlün, dermanı yok fermanı yok, çaresi yok aşkın, dermanı yok fermanı yok, çaresi yok aşkın. Her şey kemah der o zaman, شان گویم به آرز نهان، که مامان چه حق کردی، به جانم چه حق کردی، هر یاری ایلک آسمان سبریل بو عشقا اینان، دایان به او رایین دایان، çare bulur aşkın, hem can o hem cananeyi amma, derd el biri efsaneyi amma, emma zaman diganeyi amma, divaneyem ha hiç era to geyafeti delha, azor de em ha hiç era to geynogo ey ziba. چون پری افزون گریاری، دیوانه ی رویات منم، چه هایی دگر از من، سرگشته ی کویات منم، نداری حبر از من. سیمین گلردن گزل در یوزون، ندن گزلرین دلون یور یوزون، کیمین اشکوله یانن یور گندون، درمانی یک فرمانی یک چارسی یک عشقین، درمانی یک فرمانی یک چارسی یک عشقین. هر شب که مه در آسمان گردد عیان دامن کشان، گویم به او راز نهان، من چه ها کردی، به جانم جفا کردی، هر یار ایلاج زمان صبرین بو عشقا اینان، دایان به یوریم دایان، چاره بولور عشقی. نمیدونم، شاید نیم قرن پیش بود، آقای خدا باورم نمیشه، جمشید شیبانی از خارج اومده بود و دو نفر در اون زمان چهرهایی بودن که
در ارتباط با هولیوود و هنرپیشه‌ها اینا خیلی سر و صدا می‌کردن. یکی زنده یاد سیامک پورزند بود، آن کس که آرشوار جان در چله کمان گذاشت و زندگی جاودانه را انتخاب کرد، از فراز شش طبقه خود رو پرتاب کرد تا دیگه به رژیم مجال آزارش رو نده و رسوا کنه رژیم جهل و جور و فساد ولایت نامشروع فقیه رو. و یکی هم جمشید شیبانی بود. جمشید خب تو سینما بود، تو کارا، سیامک روزنامه‌نگار بود. تصویر سیامک با کیم نواک روی مجله روشنفکر من وقت یادم نمیره. سیامک جوان، خوشتیپ، قد بلند، در کنار کیم نواک و صحبت این که اینا به هم علاقه دارن، با هم میخوان ازدواج بکنن. جمشید شیبانی هم اومده بود. جمشید همه فن حریف بود، هنرپیشه بود، کارگردان بود، آهنگساز بود، شاعر بود و خودش هم میخوند و این آهنگ سیمین بری رو او خوند. بعد زنده یاد پوران در فیلم طلای سفید اینو خوند، چقدر هم قشنگ خوند و دیگه همینجوری موند و خوانندگان مختلف خوندند. و که حالا هم ستار عزیز، این حسن ستار یکی از اخلاقمندترین هنرمندانه، شما اگه از نزدیک بشناسینش فوق العاده است. فوق العاده ستار در کنار دوست، اوه عجب، جالب، عکس سیامک رو گذاشت. مرسی رامین جان، چقدر کار قشنگی بود. آدم سیامک رو ببینه، عجب عکس قشنگی گذاشت، خیلی جالب. به هر حال حسنم، حسن ستار از هنرمندان ارزشمند، اخلاقمند. من در تمام این سالها ندیدم. من یه شعر برای ستار گفتم که زنگ حساب 36 سال پیش خونده. هر جا من باشم و این ترانه رو میخونه و اشاره محبت آمیزی هم به من میکنه. خیلی حرفه یه آدم ها اینقدر پایبند پرنسیپ ها و اخلاقیات باشه. و این خیلی. یه نکته رو من اینجا بگم. دوستی به من گفت تو راجب نصیری در واقع بی عدالتی کرد و بعد برای من شرح داد، گفت محمد نصیری قهرمان بی نظیره و من قبول دارم، مدال های طلای متعدد در المپیک، در مسابقات جام جهانی، خب معلومه این آدم برجسته است. گفت اشاره کردی به اینکه ایشون رفت آقای خمینی و آقای خمینی رو بوسید. اولا اینا رو برداشتن بردن، اسم یک وزنه‌بردار قدیمی رو آورد از بچه های جنوب شهر که گفت بله این اومد و بچه ها رو برداشت بردم. خیلی هم اذیتشون میکردن اون وقت، چون فدراسیون وزنه‌برداری به یک نوعی با چهرهایی مثل دکتر برومن، دکتر رهنوردی، با یه شخصیت هایی که برای دکتر رهنوردی نماینده مجلس هم بود، به نوعی ارتباط داشتن. هنریک تمرز چه قهرمانانی داشتن. یادم از وقتی برومن سه حرکت رو از 500 گذشت، 504 کیلو زد، چس واسیلیوف که خب خیلی با اون هیکل و گنده 540 کیلو، ولی برای ما مرز 500 رو شکستن خیلی مهم بود. ببینید وزن برداری اون زمان سه حرکت داشت. یه حرکت یک ضرب بود که طبیعتا قهرمان میمد و وزنه رو از این گوشش میگیره و یه ضرب میرفت، معمولا پای قیچی میزدن خیلی هاشون که وزن روی سر میبود. و بعد دومی پرس بود، بسیار حرکت مشکلی بود. یعنی شما وزنه رو بعد رو سینه میکشیدی و بعد به اشاره داور آرام اینو بالا میبردی، واقعا آرنج و بازو و چیز قوی میخواست، خیلی قدرت میخواست. تا این معمولا مثلا وزن بردار اینجوری در نظر بگیری، توی سنگین وزن مثلا 140 کیلو 150 کیلو یک ضرب میده، بعد 200 کیلو رسید. بعد توی پرس شاید فاصلش با یک ضرب 10 کیلو بود، 15 کیلو بود. و بعد دو ضرب بود که خب دو ضرب کار معمولی، دو ضرب خود قهرمان اختیار میکرد که چه جوری میکشید رو سینه، بعد یه قیچی میزد میبرد بالا. ولی در پرس ایستاده و با اون فشاری که روی سینه اینه، اینه که انقدر قهرمانا در پرس سه چراغ قرمز میگرفتن سفید نمیگرفتن، یا دو تا قرمز میگفتن یه سفید، یا دو تا سفید یه قرمز، به هر حال اینو گفتن قتلگاه. خیلی از قهرمانای ما وقتی میرفتن روی سکو وزنه بردارن از پرس وحشت داشتن. و برومند خب واقعا رفت و سه حرکت از 500 عبور کرد. برای همین وقتی اون حرکت رو برداشتن
یه مقدار اومد پایین، بعد اینقدر و این جاها رسیدیم که رفت بالا که به کجاها ما رسیدیم که بله. و در این مرحله در حال گفت بردن نصیری رو با بقیه، همه افتادن رو دست و پای آقای خمینی و دست و پا ماش کردن، ولی او فقط ریش آقای خمینی رو بوسید، به همین دلیل مغضوب شد یه مدتی هم. بعد اشاره کرد برای من که نصیری آدم آزادیه، رفت به کانادا، بعد برگشت ایران، تمام حق و حقوق و زندگیشو می‌خواست، ورزشگاهی که به نامش بود اسمشو عوض کردن، خیابانی که به نامش بود عوض کردن. در حال اگر باعث آزردگی قهرمان جهان محمد نصیری شدم ازش پوزش میخوام، به هیچ وجه قصد آزار دل پر از مهر او رو نداشتم. بله پورزندو که من یادش میفتم، خب الان میبینیم مهرنگیز کار نازنین، همسرش، حقوقدان برجسته سرزمینمون، الان با آنتونی کوین، عجب عکسیه سیامک، خیلی انسان نازنین، دخترای گلش واقعا، با آلفتیشکاک، کاترین چیه اینجا؟ کیم نواکه بازم اینجا، من نمیدونم، جانت مور، جانت لی بود، بله، تصاویر رو ستاره سینما، جانت لی بود، همسر تونی کرتیس. و به هر حال یه دفعه رفتم عقب که نمیخوام آزارم میده، وقتی یاد این عزیزان میفتم که شما فکر کنید چرا سیامک پورزند باید اونطور پرواز کنه به سوی مرگ. آقای محمد تقی مصباحی یزدی، این که خب البته معرف حضورتون هست، من چیزی که برام خیلی تعجب آور بود، یه آدمی مثل محمد تقی مصباحی یزدی با سابقه آلودگی های فساد اخلاقی و زندگی و غیره و غیره، این آدم حتی بعد از انقلاب آقای خمینی راش نمیداد، خیلی با این بد بود، میگوید مدتی که آلوده است، چون میدونست اون حرفایی که مرحوم آقای گلپایگانی آقا رضا بهش زده بود به خاطر اون ارتباط که با اون آهنگر خرم‌آبادی داشت و شکایت همسرش. این آدم دشمنترین دشمن هر حرکت اصلاح طلبانه در سرزمین. یه ما شاگردم داره که اینا شاگرداش از خودش 100 درجه بدتر، آلوده دامن، آلوده به معنای واقعی کلمه، قرویان و این جماعتی که دورش روانبخش و غیر و غیره. این آقا علیه وزیر خارجه انواع حرفا رو میزنه، بعد آقای عباس عراقچی فرم شو میده دستبوسش، میده دیدنه، شگفتی آوره. یعنی آدم از خودش سوال میکنه، آقای عراقچی وقتی ظریف اومد وزارت خارجه یک تعبیر و نظر این بود که آقا این کسایی که زمان احمدی نژاد مقاماتی داشتن، معاون بودن، مدیر کل بودن، اینا رو بریز بیرون. و یه نظر میگفت که خود ظریف هم نظرشون بود که آقا اینا مدیران اداری هن. در انگلستان هم آندر سکرتری با رفتن دولت و کابینه عوض نمیشه، دی کال هیم پرمننت آندر سکرتری. الان ویلیام برنز در وزارت خارجه آمریکا، در نظر بگیرین از بوش پدر بوده تا الان، وزرا هم اومدن رفتن، اون سر جاش نشسته. یا خانم جیلیان برنز که الان کنسول آمریکا در هراته، خیلی هم خوب میشناسم، بسیار بانوی فهمیده و چقدر علاقه به زبان فارسی داره، و نمونه های دیگری که اونجا هست. در خود انگلیس هم همینجور آندر سکرتری اینا پرمننتن. خب آقای ظریف هم گفته بنده تو آمریکا درس خوندم، دیپلماسی یاد گرفتم، همون سیستمو به کار میبرم. در نتیجه منتها برای اینکه یه قائم مقام درست داشته باشه که بتونه بهش تکیه کنه، کسی نباشه خیانت بکنه، در خفا بره پای مصباح یزدی رو ببوسه، آقای مرتضی سرمدی رو میاره معاون اولش میکنه، قائم مقام وزیر خارجه. مرتضی سرمدی یکی از پاکدامن‌ترین دیپلمات‌های جمهوری اسلامی، نه آلوده به تروریسم، نه آلودگی مالی داره، یک انسان فهمیده با درایت دیپلماسی رو میدونه. حتی مثلا صادق خرازی که خب اونم یه جایگاهی داره،
حالا یه مقدار دلبستگی هایی به عتیقه بازی و نمیدونم از این کارا داره، ولی سرمدی اصلا نه. تنها چیزی که براش مهمه مساله ایرانه و در دو سه جا من دیدم تا کجا رفته برای اینکه مصلحت ایران حفظ بشه، به ویژه در دوران آقای خاتمی، چه اون زمانی که همراه آقای خاتمی به فرانسه اومد و چه بعدها که خب معاون وزارت خارجه بود، بعد اومد به بریتانیا سفیر شد و همون موقع که اینجا بود. من داستانی براتون بگم که زنده یاد الهه دلش میخواست بره ایران و میگفت من باید برم اونجا بمیرم. الهه نازنین به سرطان مبتلا بود، اسم الهه رو آوردم همینجا درود بفرستم به شاهرخ نازنین میر اسکندری، فرزند الهه و آقای میر اسکندری سردفتر. میر اسکندری ها خاندانشون سردفتر بودن با مرحوم پدر من، دوستان بسیار نزدیک. خود مرحوم سید ضیاءالدین میر اسکندری که سردفتر دربارم بود، فرزندانش که همه سردفتر شدن، جمال و جلال و جواد. و جمال که پدر شاهرخ بود، که شاهرخ از وکلای برجسته بین‌المللی است و صاحب یک فرزند نازنین هم شد که اسمشو گذاشتن رومی به عشق مولانا. درود میفرستم. به هر حال از کجا به کجا رفتیم، حرفا و مسائل متعددی عنوان شد. غرض آنچه که اهمیت داره برای من در اینجا که میخوام ذکرشو بکنم اینه، وقتی که الهه دوچار اون بیماری سنگین شد و همسر سابقش جمال میر اسکندری هم که در ایران بود اصرار که الهه بره، اما به هر حال الهه در یه دوران کوتاهی، اونم به خاطر اعتقادش به عشقش به موسیقی و اینکه مجال عرضه کارش در یک سطح بین المللی باشه، دوران کوتاهی اون تله‌ای که مجاهدین پهن کرده بودن او توش افتاد. زنده یاد مرضیه نازنین هم همینطور. یادم از مرضیه به من زنگ میزد، منو با اسم دیگری صدا میزد، چون اونجا میپاییدنش اگه میفهمیدن. و وقتی جمشید چالنگی رفت پیشش، سرف تا پا مهرش رو به من رسوند و همینطور به استاد عزیز احمد احرار میگفت که من مطالب علیرضا رو میخونم، چقدر خوب بینویسه تو کیهان لندن. و الهه هم رفت، به خاطر همون دوره کوتاهی که رفته بود نگران بود. الهه نگران بود بره ایران مشکل براش ایجاد میکنه. ولی یه روز اومد به من گفت علیرضا، گفتم گفت من دارم میرم. اه داری میری؟ آره. گفت رفتم پیش یه آدم انسان نازنین به نام آقای سرمدی. گفتم سفیر؟ گفت بله. گفت رفتم و این مرد بزرگوار به من گفت خانم الهه، من با شما برمیگردم ایران، میام در همون هواپیما که وقتی رفتیم ایران شما مشکلی براتون ایجاد نشه. و همراه الهه رفته بود و الهه چقدر قدردان بود که رفت و در خانه پدری خاموش شد. منتها در اون ماهای آخر میزان عشق و مهر مردم رو به خودش دید. باز در مورد دیگر یک خلبانه که حالا به دلیل مشکلات و مسائلی که اتهاماتی که بهش زده بودن اومده بود بیرون و از کشور خارج شده بود، باز آقای سرمدی عاملی شد که ایشون رفت. حالا از کجا به کجا رستم؟ آقای عباس عراقچی تشریف میبرن به قم، دست آقای مصباح رو میبوسن، زانو به زمین میزنن، نوکری ابراز نوکری میکنن. حالا همین آقای مصباحی که نعلین آقای خامنه‌ای رو بوسید و لیست زد و 7 میلیارد تومان بابتش گرفت. بله آقای مصباح میفرمان به آقای عراقچی، میگوید که بله در شرایطی میتوان حتی دولت رو ساقط کرد. نگرانی اصلی ما سیاست فرهنگی دولت است و ما این سیاست رو نمیپذیریم. بعدم انتقاداتی راجع به مذاکرات اتمی. آخه فکر کن مصباحی که یه بی سوادی که شرح لمعه و نمیدونم الفیه شیخ رو خونده بود، شرح نمیدونم فلان رو، این آدم بیاد راجع به سیاست خارجی و سیاست اتمی حرف بزنه. و آقای عباس عراقچی هم یا آدمی که رئیس مرکز مطالعات بوده، معاون وزیر خارجه، مرکز تحقیقات و پژوهش ها بوده، بهت بشینه کنار مصباح یزدی و چلندیات این آدم رو گوش بده، آدم واقعا افسوس میخوره. باز یه خبر دیگه دیدم که خیلی بر من قابل تأمل بود، این که جناب آقای حامد کرزای
رئیس جمهوری افغانستان مصاحبه کرده با روزنامه واشنگتن پست و گفته شبکه القاعده بیشتر این به افسانه میماند تا واقعیت. آمریکا و ناتو در افغانستان اگه اومدن برای تامین منافع آنها بوده و افغان‌ها در جنگی کشته شدند که ربطی به آنها نداشته. عجب. آقای کرزایی شما چه جوری حرفو میزنید؟ اگه آمریکایی‌ها نیومده بودن که شما بقالی تو داشتی، اون دکون بقالی و یه خانوادگی رو داشتی در ریاست جمهوری، شما چه می‌کردی؟ خیلی حرفها. حیوانات طالبان مردم افغانستان رو دیگه تیکه پاره کردن. تو همین استادیومی که چند روز پیش دیدم، دکتر عبدالله عبدالله، این شخصیت برجسته افغانی که نامزد ریاست جمهوری، سخنرانی میکرد. آقای محقق هم به عنوان معاونش کنارش بود. ولی جالب بود در اون استادیومی که طالبان گلوله به سر زنا میزد، اعدام میکرد، مردم داشتن ابراز احساسات میکردن، نقطه نظرهای سیاسیشون رو بیان میکردن و دکتر عبدالله عبدالله حرف میزد. این همه از برکت آمریکا بود. بله افغانستان رفته بود، تموم شده بود. خیلی آدم متاسف میشه. بعد دیدم آقای خلیلزادم نامزد ریاست جمهوریش به اتفاق استاد خلیلی، چقدر خوشحال شدم. یکی از سالمترین، پاکترین و آزاداندیشترین انسانها در افغانستان استاد خلیلیه. هزاره، مردی برجسته، مردی تحصیل کرده که عاشق کشورشه و در این سالها چقدر تلاش کرد که در کشورش بتونه استقرار و آرامش رو برقرار کنه. اینقدر روشنندیشی که فرماندار استاندار ولایت بامیان رو یک بانو میگذاره و در اونجا خیلی شهردارا اینا بانو هن در افغانستان. و بسیار برای من جالب بود که بعد میاد آقای کرزای حرفایی میزنه که آدم میگه آقای کرزای قربونت برم دیگه، دست بردار. حالا یه سری هم بزنیم به اوکراین. من دیروز به طور مفصل راجع به اوکراین صحبت کردم، ولی نکات قابل تأملی در مورد اوکراین هست که باید نگاه بهش بکنیم. اولا دوست قدیم من، همکلاسی دانشکدم، رفیق دوران سربازی، دکتر سعید محمودی که استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم، قبلا در وزارت خارجه بود، کاردار بود در سوئد، یک مغزی. سعید محمودی کلاس 9 بودیم، 15-16 بود. مسابقه بلنداکس رو که آقای عزت الله متوجه برگزار میکرد که زنگ میزدیم و داستانشو براتون گفتم. سعید محمودی هم با یه گروه تیمش بود و سعید برنده شد، برنده نهایی، و اتومبیل اوپل رو گرفت. سعید خیلی آدم نازنینیه، درود میفرستم بهش. قانونا حرف میزنه بر مبنای موازین حقوقی و علمی و دانشگاهی، مثل دکتر عطابکی که درود بهش میفرستم. دو سه تا مصاحبه ازش دیدم در مورد اوکراین، یگانه فردی بود که میدونست اوکراین چه خبره، دقیق جزئیات رو میدونست، حق بازی روس‌ها رو برملا کرد. و باز از او دیدم آنچه راجب رضا شاه گفت، رضا شاه و آتاتورک. اینا قابل، اینا رو باید دادم قدر بگذاره، ارزش بگذاره. چند تا دکتر عطابکی داریم، چند تا سعید محمودی داریم، اینا خیلی با ارزشن. دیدم آقای دکتر کاظم علمداری یک مقاله نوشته بودن در رابطه با حرفایی که آقای سهیمی، دکتر سهیمی به ایشون زدن. نگاه کردم علمداری چقدر صبر کرده، چقدر تأمل کرده، تأمل کرده، سرانجام دیگه به جانم داغه. چرا دروغ به من میگی؟ آدم علمی دانشگاهی که دروغ نمیگه، آدم دانشگاهی که نمیاد بگه کردها تجزیه طلبن و چیزایی که به دکتر علمداری گفته بود. حالا سعید محمودی میگه که این ادعا که روس‌ها گفتن بنا دارن از شهروندان روس در شبه جزیره کریم دفاع کنن، اینم یه بهانه شد دیگه، 16000 نیرو آوردن به همین بهانه. میگه این بسیار بی‌معناست، در مواردی در گذشته کشورهای اقدام نظامی برای نجات دادن اتباع خودشون کردن و جهان واکنش منفی نشون نداد، ولی الان فرق داره. دکتر محمودی اشاره کرده به ماجرای عملیات تبس که برای نجات گروگان‌ها بود و با شکست روبرو شد. و اتحادیه اروپا هم به شدت اخطار کرده، دارایی‌های 18 اوکراینی رو مسدود کرده، چون رئیس جمهوری ناجوان مرد موقعی که اومده پولارم برشته اوورده و الان بسیار وضع بدی دارن. کاخ سفید داره کارشناسانی رو به اوکراین میفرسته به دنبال پولهای مفقوده که آقای ویکتور
یانوکوویچ از کشورش دزدیده آورده. فردا فوتبال دارن تیم ملی اوکراین با تیم ملی آمریکا در قبرس با هم دیدار دارن. سرگئی استروکان تحلیلگر سیاسی معروف روس در روزنامه کمرسان در مسکو نوشته بوده که حرفایی زده و بعد گفته ولادیمیر پوتین به نوعی عقب نشینی کرد و این منظور دیروزه و شاهد کاهش تنش‌ها در بحران اوکراین هستیم. گفته که رئیس جمهوری روسیه در پی محکم کردن جای پای خود در اوکراین الان آماده است که بشینه کمپرومایز کنه و گفته احتمالاً واکنش غرب رو دست کم گرفته بود. همین باراک حسین اوباما همین ایمپرشن رو میگذاره. هم بشار اسد چیکار کرد؟ اونم همین کار کرد. یعنی این احساس رو کرد که این آقا مرد میدون نیست. ولی در مورد اوکراین چون میگم اصلا یک مورد اوکراین یه مورد عادی نیست. مورد اوکراین مورد بسیار مهمیه که میتونه سرنوشت اصلا غرب رو تغییر بده، میتونه یک شکل دیگری به نقشه سیاسی یا جغراسیاسی منطقه بده، ژئوپلیتیک. جان سیمسون هم سردبیر خبر بی بی سی مسائل جهانی بی بی سی گفته که ولادیمیر پوتین بیشتر تلاش کرده که ترمز را در شبه جزیره کریمه بکشه، گاز بیشتر نده، فهمید گاز دادن خطر برای خودش اتومبیل چپه میشه. جان سیمسون در سواستوپول در شرق اوکراین میگوید هیچ نشانه ای از آماده شدن روسیه برای خروج از کریمه دیده نمیشه، اما در این حال این داستان میتونه داستان تکرار داستان گرجستان باشه سال 2008 که روسا رفتن ابخازیا رو گرفتن، اوستینای شمالی و جنوبی رو اشغال کردن و این کارم میخوان در اوکراین بکنن، ولی در اوکراین این سیاستشون پیش نخواهد رفت. و گفته که روسا هم گفتن، آقای پوتین هم گفته که اگر آمریکا ما رو تحریم بکنه ما هم تلافی میکنیم. چه تلافی میکنید؟ تلافی شما نمیتونید بکنید. بله، بورس مسکو به شدت سقوط کرده، روبل ارزشش رو از دست داره به سرعت میده و بنابراین خب خیلی به ضرر روساست. ولی همونطور که براتون گفتم غرب هم باید مساله روسیه رو در نظر بگیره. به هر حال روسها به آب گرم نیاز دارن، ناوگانشون اونجاست، ناوگان جنگیشون، زیر دریایی های اتمیشون همه اونجاست و گفتن که روسها تجهیزاتی، مقامات اوکراین گفتن الکترونیکی نصب کردن که تمام سیستم کامیونیکیشن اوکراین رو در کریمه مختل بکنه، ولی از مردم خواستن آماده باشن. و یک حاخام ارشد یهودیان اوکراین روسیه رو متهم کرده که اقدامات تحریک‌آمیز ضد یهود در کریمه رو راه انداخته برای اینکه حضور خود رو توجیه کنه، که مثلا اومده از یهودیا حمایت کنه و ملی گرایان اوکراینی هستن که این کارا رو انجام میدن در حالی که روس‌ها هستن. اوضاع به شدت به نظر من بحرانی است. نکته رو بهتون بگم، روس‌ها در اوکراین اومدن جلو، فکر کردن غرب نمیتونه کاری بکنه، تجربهشون سوریه بود، ولی در اینجا غربی ها ایستادن و الان یه کنفرانس ویژه دارن میگیرن. نشست سوچی اصلا ممکنه ملغا بشه، گروه 8، و روس ها آسیب فراوانی ببینن. بهروی خبر داغیست، فردا هم راجب صحبت خواهیم کرد و میبخشید وقت نشد راجب سوریه و لیبی که دچار بحران بسیار زیادی است و عراق صحبت کنیم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.
musieren mit dem System, diese Spiele spielen. Doch wem wind umher, wie wenn Fliegen fliegen. Ich bin nur verzweifelt, weil mich Triebe trieben. Aber ich hoffe nur Hass, doch will aus Liebe lieben. Ich such die Natur, wo runde Kugel kugeln. Suche Dächer und Flüsse, wo gute Spule sprudelt. Muss Freiheitsrufe rufen, zwischen Pusteblumen nach der Zukunft. Auf einer Schatzsuche suchen. Doch find nur schlechte Reste, muss trübes Trinken trinken, salziges Essen essen, mit schwarzer Schminke schminken, muss meine Seele befreien und in ein Kleid kleiden. Ich muss auf einem Beat meine Reime reimen, ich muss meinen Geist befreien, zu Gott Gebete bitten. Doch finde keine Ruhe, brauch nicht zu lesen, lesen. Ich höre den Menschen nicht zu, die große Reden reden. Ich will nur mein Leben, Leben, Leben. Es wird Zeit, es wird Zeit. Ich werde alles geben. Es wird Zeit, es wird Zeit. Ich will mein Leben leben. Mein Leben leben. Leben leben. Ich werde alles geben. Muss mein Gedicht dichten und so wie Denker denken. Seh mich an mein Schicksal dichter mit dem Lenker lenken. Ich muss auf Knien knien, so wie beim Fliesen fließen. Oft kann ich nur hassen, doch will aus Liebe lieben. Ich muss vor Trauer trauen und weil mich Plagen plagen, seh ich im Himmel keine Sonnenstrahlen strahlen. Kann mich wegen Wolken niemals in der Sonne sonnen. Ich seh meine Sorgen über mich wie Rollen rollen. Ich witzer, gewitzer, seh mich wie duschen, duschen. Seh keine Regenbögen, doch wie auf Rutschen, rutschen. Schick das Leben mich baden, wie wenn Schwimmer schwimmen. Ich angle immer nur an Stiefel, wenn ich fische, fische. Doch wenn die Glut glüht und ich Gefühle fühl, und wie wenn Wut wütet, muss ich die Schnüre schnüren und meine Wege ebnen und alles, was im Wege ist, wie Knete kneten. Ich will nur mein Leben leben. Es wird Zeit, es wird Zeit. Ich werde alles geben. Es wird Zeit, es wird Zeit. Ich will mein Leben leben.